سیدنا عمر ابن خطاب رضی الله عنه در زمان خلافت خودشان که خلیفه دوم مسلمانان بودند سهمیه ای را که از بیت المال به مردم میدادند بر دو معیار سقفش را تعیین میکردند یکی به خاطر سابقه ای که در اسلام داشتند نقشافرینی که در صدر اسلام داشتند و معیار دومش قرابت و خیشاوندی با رسول الله صلی الله علیه و سلم بود به این خاطر بنی هاشم و اصحاب بدر را بالاترین حقوق میدادند و حسن و حسین رضی الله عنهما را که نوجوان بودند و در اتفاقات صدر اسلام نقشی نداشتند چون که در سال چهارم و پنجم در واقع به دنیا آمده بودند اما با این وجود عمر ابن خطاب سهمیه حسن و حسین را با اهل بدر و بزرگان بنی هاشم برابر کرده بود بنابر روایت سیر علام نوبالا به هر کدام از این بزرگواران پنج هزار درهم در ماه می دادند. و سهمیه فرزند خودش عبدالله ابن عمر خیلی کمتر از این بود یک روزی عبدالله ابن عمر فرزندش به او گفت که پدر سهمیه مرا با سهمیه حسن و حسین برابر بکن همین اندازه که به اونها میده با اینکه آنها اونها در اتفاقات صدر اسلام نقشی نداشتند و من نقش داشتم سهمیه مرا هم برابر بکن با سهمیه حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما میدانید عمر رضی الله تعالی به پسرش چی گفت یک جمله ماندگاری که در بهار الانوار و بقیه مراجع آمده ایشان فرمود که ایتینی به ابن که ابیهیما و امن که ما و جدین که جدهیما اعطی که عطا اهما برو برای من پدری مانند پدر حسن و حسین بیار مادری مانند مادر حسن و حسین بیار جدی مانند جد حسن و حسین بیار آن وقت من سهم تو را با حسن و حسین برابر می کنم این است جایگاهی که حسن و حسین نزد عمر ابن خطاب داشتند و ارادتی که عمر ابن خطاب به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت